هم نیو چه ما هیچ ماشینی نیست و ما مسئولیم که به هم کمک کنیم. بیمارا رو میبریم بیمارستان و برمیگردونیم و بعدش هم ضد عفونی میشیم. افزایش قربانیان ویروس جدید کرونا، 56 کشته و 2000 مبتلا. مقام های بهداشتی چین میگویند سرعت انتشارش بیشتر شده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چطور میتوان با این ویروس مرگبار مقابله کرد. با یک ایرانی هم حرف میزنیم که ساکن این شهر مصیبت زده در چین است. همچنین در برنامه امشب در ضمن یک ویدیو دردسرساز برای ترامپ همزمان با استیضاح در سنا، او در این کلیپ خواهان اخراج سفیر آمریکا از اوکراین شده. ایران شاکی از عراق برای پرداخت نکردن پول گاز، مشکل تا چه حد به تحریم‌های آمریکا مربوط است؟ بررسی بسته شدن دامنه بین المللی وبسایت خبرگزاری فارس، آمریکا یک بازوی رسانه‌ای سپاه پاسداران را بسته یا آزادی بیان را نقض کرده؟ این موضوع بحث امشب ماست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. انتشار یک ویروس مرگبار جشن‌های سال نو پر جمعیت‌ترین کشور جهان را مختل کرده و از آمریکا تا خاور دور را در نگرانی فرو برده. رفت و آمد به استان هوبه چین با جمعیتی نزدیک به 60 میلیون نفر محدود شده. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شهر ووهان، کانون نوع جدید ویروس کرونا، به شهر ارواح تبدیل شده. تا حالا 56 نفر به دلیل آلوده شدن به این ویروس جان دادند و بیشتر از 2000 نفر هم مبتلا شدند. شمار دانشجوی افغان میگویند که ده‌ها نفر از آنها هم در همین شهر گیر کردند. مقام‌های ایران میگویند که برای مقابله با ویروس کرونا آمادگی دارند و در مرزهای ورودی تیم‌های مراقبت مرزی مستقر شدند. آیا چین از عهده کنترل این بیماری برمی‌آید؟ در بیرون از این کشور چه می‌شود کرد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. خیابان‌های ترس خورده شهر ووهان در استان هوبی در شرق چین. ویروس جدید کرونا از اینجا به شهرهای مختلف چین و بعدتر کشورهای دیگر از جمله آمریکا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، فرانسه و کانادا منتقل شد. حالا اگر کسی بخواهد از استانهای دیگر چین وارد استان هوبی شود، با چنین صحنه‌ای روبرو خواهد شد که بیشتر شبیه سکانسی از فیلم‌های علمی تخیلی آخرالزمانی است. اگر تب داشته باشی اجازه سفر نداری. ضمن اینکه کسانی که وارد می‌شوند نیز اجازه خروج نخواهند داشت. استان هوبی در حال حاضر یک قرنطینه 60 میلیون نفری است. این تصاویری است که امروز توسط تلویزیون دولتی چین منتشر شد. بیمارستانی در ووهان با دستور دولت مرکزی، پزشکانی از استان‌های شانگهای، گوانگجو و چانگچین برای کمک به استان هوبی آمدند. مشکل بزرگ همین است که همه از ناقلان ویروس فراریند و به همین دلیل کمک به بیماران به داوطلبانی نیاز دارد که حاضر باشند به رغم همه هشدارها از خانه خارج شوند. هیچ ماشینی نیست و ما مسئولیم که به هم کمک کنیم. بیمارا رو میبریم بیمارستان و برمیگردونیم و بعدش هم ضد عفونی میشیم. محالمون خوبه. بالاخره یک نفر باید این کار رو انجام بده. ما اهل ووهان هستیم و حتی شما هم که اینجایید دارید به ما کمک میکنید. شهروندهای خودمون باید بیان بیرون کمک کنند. این وظیفه ماست. عمق بحران موجب شد تا امروز جلسه پولیت برو یا کمیته سیاسی حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور برگزار شود. دستورهای سختگیرانه درباره تعطیلی سراسری در استان هوبی، کنترل مسافرت‌های شهروندان در سراسر کشور و نگهداری از بیماران در قرنطینه‌های پزشکی از جمله تصمیمات این جلسه بودند. و البته نگاه رسانه‌ها همه متوجه این مرد است، جاو فو، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در چین.
همه دوست دارن این ویروس رو با سارس مقایسه کنن. تا جایی که ما میدونیم این ویروس به قدرت سارس نیست و مواردی با وخامت بسیار کمتر مشاهده میکنیم. برای دارو نیاز به آزمایش‌های بیشتر داریم. فکر کنم همه با من موافق باشید که هیچ کدوم دوست نداریم موش آزمایشگاه بشیم. روز جمعه همچنین تایید شد که دست کم 3 نفر در فرانسه نیز ناقل این ویروس هستند. این 3 نفر نخستین کسانی هستند که در اروپا به این ویروس مبتلا شدند. کیوان حسینی، بی بی سی. سینا صفاوردی دانشجوی ایرانی از ووهان در چین با ما هستند. ووهان از جمله شهرهای قرنطینه شده در چین. آقای صفاوردی به نمایندگی از دانشجویان ایرانی در این شهر در مورد عملیات نجات با سفارت ایران هم در ارتباط هستند. آقای صفاوردی، اول خواستم ازتون بپرسن که چه تعداد دانشجوی ایرانی در این شهر ساکن هستند؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ایرانی‌های چه تعداد ایرانی الان هستن که 50 نفریم، ولی در کل ما 200 نفریم و شاید بیش از 200 نفر، ولی الان که ما اینجا هستیم 50 نفریم و بقیه برگشتن کشورهای خودشون یا کشور ایران یا جاهای دیگه. بسیار خوب. و ما الان بله، می‌خواید چیکار بکنید در این شرایط؟ عبور و مرور به این شهر محدود شده. بله، ما الان واقعا بچه‌ها از لحاظ امنیتی واقعا هیچ امنیتی ما نداریم. یعنی اینکه هیچ کمکی به غیر از سفارت به ما فعلا نرسیده. اونم پکیج‌های غذایی برای ما فرستادن، لطف کردن و الان ما می‌خوایم فقط خروج کنیم از ووهان بریم. و هنوز هیچ کشور دیگه‌ای هم نتونسته خروج بزنه. و یه مشکل دیگه ما داریم، الان مجوز خروج اوکی شده، ولی به ما میگن که باید برید بیمارستان ووهان و گواهی سلامت بگیرید و این ریسکش خیلی بالاست و ما میخوایم از سفارت برامون این کارو بکنه که دکترها رو بیاره داخل خونه از ما گواهی سلامت به ما بدن ببینن ما سلامت هستیم یا نه. و یکی با توجه به اینکه تعداد کسانی که اونجا مبتلا هستند یا در خطر ابتلا هستند خیلی زیاده. بله، تو بیمارستان ببینید من تازه عمل کرده بودم و تازه به خیابون کشیدم، یعنی 3 روز پیش بیمارستان بودم. این چیزی که از نظر شخصی خودم، چیزی که دیدم، حالا براتون فیلم میگیرم ببینید، از نظر شخصی خودم چیزی که چین داره میگه داخل ووهان، چین داره میگه خیلی بیشتر از این حرفا هستن که ویروس دارن. بیمارستان چین تماما کاملا همش پر شده و یه بیمارستان دارن میزنن، قرار شده 10 روزه این بیمارستان کامل بشه. اما یه مشکلی دیگه داریم. مشکلمون اینه که ما موقعی که میرسیم شهر شانهای، ما از ووهان میریم شانهای، 15 روز در قرنطینه میمونیم و اون قرنطینه که اونجا هستیم معلوم نیستش قرنطینه ویروس داشته باشه نداشته باشه، بهداشتی باشه، این چیزها رو ما اصلا نمیدونیم و ما فقط از سفارت میخوایم که یه جوری امنیت ما رو حفظ کنن و حافظ جون ما باشن، چون اگر ما بمیریم یا اتفاقی برامون بیفته اصلا خانواده هامون الان، من هر روز خانواده به هم زنگ میزنن، هیچ خبری از ما ندارن، نمیدونن ما اصلا مریض هستیم مریض نیستیم، چون این بیماری 14 روز بعد معلوم میشه. و سفارت خیلی با ما کمک کرده و رایزنی کرده، الان هم تونسته که مجوز بگیره، ولی این مشکلات ما داریم. بعد از جمله دانشجویان ایرانی کسی نشانه ای از ابتلا بروز داده؟ حدود 2000 نفر مبتلا هستند در اون شهر. بله، هیچ ایرانی تا حالا هیچ مشکلی نداشته. خب این که میفرمایید میخواهید خارج بشید و باید قبلش گواهی سلامت بگیرید، اگر پزشکی به شما مراجعه بکنه و این گواهی رو صادر بکنه امکانات خروج هست؟ امکانات خروج بله هستش، ولی با اتوبوس، یعنی ما با هواپیما نمیتونیم بریم، با اتوبوس هستش. قرار شده ما رو با اتوبوس حالا یا با ون ما رو ببرن تا شهر شانهای، ولی از اونجا به بعدش باز ما یه سری مشکلات داریم که 15 روز قرنطینه، اون قرنطینه خیلی خطرناکه و خیلی ریسک بالایی هستش. اطلاع رسانی که در اونجا میشه آیا به گونه‌ای هست که کمک کننده باشه به افرادی که در اون شهر ساکن هستند؟ ببین اطلاع رسانی که اینجا اطلاع رسانی های دقیق، حالا نمیشه گفت دقیق ندارن، فقط میگن از خونه بیرون نیایید، دستاتونو بشورید، ماسک بزنید، ولی مثلا من شب میخوام صبح بلند میشم یه دفعه تعداد 2 برابر میشه،
در اصل که من میگم تعداد خیلی بیشتر از این حرفا هستش. و من یه فیلم چینی براتون میفرستم که چینیه داره توش میگه که خیلی خیلی آدم ویروس گرفته و این فیلم پخش شده. بسیار خوب. اینه که شما میفرمایید ممکنه تعداد خیلی بیشتر از اینها باشه رو البته اشاره کردید که منابع رسمی قبول ندارن، فعلا اونها در حد همین 2000 نفر رو تایید کردن، ولی البته گفته شده هم که سرعت ابتلا زیاد هست. در هر صورت شما اگر بتونید با اتوبوس برید 15 روز دیگر هم جایی قراره که در قرنطینه بمونید، بعد از اون میخواید چیکار بکنید؟ یعنی میخواید درس رو رها بکنید برگردید ایران؟ ما بعد از اون برمیگردیم ایران و هر موقع که اینجا، چون دانشگاه ها اینجا به ما گفتن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه تاریخ بهمون دادن که دانشگاه باز میشه، یعنی ما 3 ماه میایم ایران. البته اینم اضافه کنم هنوز هیچ خارجی از شهر چین بیرون نرفته، یعنی اونا هم دارن سعی تلاششون رو میکنن که خارج بشن ولی نتونستن و به ما گفتن 2-3 ماه دیگه دانشگاه باز میشه. حتی کسایی که تو ایران هستن بهشون پی ام دادن. دانشگاه به دلیل همین ویروس بسته شده یا به دلیل تعطیلات سال نو چینی؟ دانشگاه که کلن الان ترم دانشگاهی بسته است، یه ما کلن ترم یعنی نداریم، ترممون تموم شده، امتحانمون داریم، یه ما تعطیلات، بچه ها رفتن ایران، بعد از یه ما برمیگردن، ولی به خاطر این ویروس تاریخشو یعنی تاخیر انداختن، گفتن 3 ماه دیگه بیه، 3 ماه یا 2 ماه. دانشگاه ها خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید، امیدوارم که بتونید راهی پیدا بکنید و از این شهر خارج بشید و سالم و سلامت هم باشید، شما و همینطور بقیه دانشجویان ایرانی در کنار افراد دیگه‌ای که در اون شهر هستند. فهم دکتر کاوه معنوی، معاون مدیر پزشکی بیمارستان‌های دانشگاهی بیرمنگام و همینطور متخصص بیماری‌های عفونی از بیرمنگام با ما هستند. آقای دکتر معنوی، در درجه اول این ویروس نگرانی رو در سطح جهان ایجاد کرده، از آمریکا بگیرید تا چند شهر در چند کشور حتی در اروپا تا خب خاور دور، تا چه اندازه این نگرانی موجهیه؟ خدمتتون عرض کنم که بر برآمد آمارهایی که تا الان از چین اومده نشون میده که این ویروس 3% مرگ و میر داره تا الان. متاسفانه ویروسیه که به شدت و به راحتی میتونه منتقل بشه، ویروس خیلی به اصطلاح اکتیویه و این باعث میشه که البته 97% مبتلایان هیچ اتفاقی براشون نمیفته، یک سرماخوردگی جزئی خواهد بود، برای 3% متاسفانه بیماری خیلی شدید ایجاد میشه و تا الان خیلی ها مردن همونجوری که شما دیدید. این رقم 3% در مقایسه با سایر بیماری ها رقم بالاییه یا ممکنه که در بسیاری از بیماری های دیگه هم ضریب تلفات کمی بیشتر یا پایین تر از این باشه؟ خدمت رو از کنم، فرمایشتون درسته، مشکل 3% اینه که با یک ویروسی در تماسیم مواجهیم که میتونه خیلی ها رو در مدت خیلی کوتاه مبتلا بکنه. ممکنه شما از یک بیماری با 3% مرگ و میر صحبت بکنین که نتونه به اندازه ویروس کرونا ویروس بین انسان ها منتقل بشه. مشکل اینه. و بعد توی این 3% گروه به اصطلاح یکسان نیستن. اگر که بیماری قلبی، بیماری ریوی، دیابتیس یا حتی سالخوردگی داشته باشه احتمال مرگشون بالاتر خواهد. خب حالا در بیرون از چین هم در ایران ابراز نگرانی شده، هم در اروپا، حتی در همین بریتانیا. من و شما یا کسانی که در ایران، در افغانستان، در خاورمیانه هستند چه کاری میتونن بکنند؟ بهترین کار همون به اصطلاح اصول اولیه بهداشته. وقتی که سرفه میکنین، عطسه میکنین، جلوی دهانتون رو بگیرید، با به اصطلاح دستمال یک بار مصرف دستمال رو در سطل آشغال به اصطلاح ایمن بریزید و دستتون رو بشورید. خیلی ها دستشون رو نمیشورن و خیال میکنن که با همون دستمال گرفتن مشکل حل میشه.
این همون اصول ساده بهداشتی بایستی به اصطلاح انجام میشه. آقای دکتر، از قرائن و شواهدی که تا حالا دیدیم، آیا میشه نتیجه گرفت که دولت چین قادر به کنترل اوضاع است یا خیر؟ خدمتتون عرض کنم که دولت چین، اگر شما به اصطلاح جرنال های پزشکی نگاه کنید، خیلی سریع این ویروس رو شناسایی کرد، خیلی سریع این رو از نظر فایلوجنتیک به اصطلاح ثبت کرد. از نظر علمی داره، یعنی همکارا دارن کاراشون رو میکنن. مشکل اینه که جمعیت بالاست و ویروسیه که به سرعت میتونه بین جمعیت در مناطق پرتراکم منتقل بشه. این مسئله میتونه در یک اتوبوس، در یک هواپیما، در یک ورزشگاه انجام بشه. بسیار. اکثر مردمی که این عفونت رو میگیرن عفونتی جزئی و مثل سرماخوردگی خواهند داشت. همونجور که گفتم یه مقدار به اصطلاح کمی بیماری شدید ایجاد میشه. مشکل این ویروس اینه که 14 روز قبل از اینکه شخص به اصطلاح تب بکنه، اون شخص میتونه ویروس رو به بقیه انسان ها منتقل. ممنونم از دکتر کاوه معنوی، معاون مدیر پزشکی بیمارستان های دانشگاهی بیرمنگام و متخصص بیماری های عفونی. مجلس ایران ممنوع کرده که اشخاص حقوقی به کارزارهای انتخاباتی کمک کنند. این ممنوعیت شامل احزاب و گروه های سیاسی نمی شود. این ترک هدفش شفاف سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی اعلام شده. کمک های نقدی و غیر نقدی مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می شود. بنابر این مصوبه، پرداخت های نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیک انجام شود. دریافت کمک هزینه تبلیغاتی از اشخاص حقیقی خارجی هم مجاز نیست. یونسکو هشدار داده ممکن است ژئوپارک جزیره قشم در جنوب ایران را از فهرست جهانیش خارج کند. سرپرست مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قشم با اعلام این خبر گفته حدود 2 ماه پیش پروژه‌ای برای واگذاری اراضی حاشیه غار نمکی قشم برای احداث اقامتگاه و مرکز پرورش میگو و آبزیان مطرح شد که باعث تخریب گسترده در امتداد طولانی ترین غار نمکی جهان شده. علیرضا امیری کاظمی همچنین گفته به رغم شکایت و پیگیری‌های متعدد از مراجع قضایی، طرح متوقف نشده و خطر خروج ژئوپارک قشم از فهرست جهانی یونسکو رو جدی کرده. در عراق اعتراضات دانشجویان به دولت و اصلاح نظام آموزشی برای دومین روز در شهرهای بغداد، کربلا، نجف، بصره و ناصریه ادامه داشت. تلاش نیروهای امنیتی برای خاموش کردن اعتراض ها امروز صبح به درگیری بین آنها منجر شد. منابع محلی از شلیک گلوله های جنگی به طرف معترضان و مجروح شدن دست کم 22 معترض خبر دادند. همزمان مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه تظاهرات ضد آمریکایی هوادارانش را که قرار بود امروز برگزار شود به خاطر جلوگیری از درگیری داخلی لغو کرده. اسرائیل برای اولین بار به اتباعش اجازه سفر به عربستان را داده. وزیر کشور اسرائیل گفته که اتباع این کشور می توانند برای سفرهای زیارتی یا کاری به مدت حداکثر 9 روز به عربستان بروند. عربستان هنوز به این اقدام دولت اسرائیل که نشان دهنده گرم شدن روابط دو کشور است واکنشی نشان نداده. عربستان و اسرائیل روابط دیپلماتیک رسمی ندارند، ولی در سالهای اخیر علیه ایران که دشمنی مشترک خود می دانند همکاری هایی داشتند. در آمریکا سرنوشت رئیس جمهوری این کشور در دستان سناتورهایی است که در دادگاه استیضاح باید تصمیم بگیرند آیا دونالد ترامپ باید از مقام خود عزل شود یا نه. او متهم شده که با فشار به اوکراین می‌خواسته این کشور را مجبور کند تا برای جو بایدن یکی از رقبای انتخاباتی او پاپوش بدوزد. در همین حال فیلمی منتشر شده که در آن یکی از نزدیکان وکیل شخصی آقای ترامپ با آقای ترامپ درباره عزل سفیر آمریکا در اوکراین مذاکره می‌کند و با بدحرفی پشت سر سفیر آقای ترامپ را به آنجا می‌رساند که می‌گوید سفیر را اخراج کنید. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. بد نیست که در مورد این ویدیو بگی یا در مورد این فایل صوتی چه گفتگوهایی در فیلم ضبط شده. جمال خیلی خوب گفتی که گفتی این ویدیو یا این فایل صوتی، به خاطر اینکه چیزی که دیده میشه توی این ویدیو کمتر به تصویر شباهت داره، شاید صدایی که شنیده میشه مهمتره. این دو نفر هستند از نزدیکان وکیل شخصی آقای ترامپ، لیو پارناس و ایگور فرومن.
این دو نفر با هم کار میکنن و اینها توی اون مهمونی حضور داشتن. یه مهمونی بوده که برای کمک به کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بوده. توی این فیلم دیده میشه که خیلی تصاویر در هم و بر هم، انگار که قرار نیست فیلم برداری بشه. حدود 1 ساعت و 23 دقیقه رو فیلم برداری کردند اینها. این فایل حدود 1 ساعت و 23 دقیقه است و اینطور که به نظر میرسه تلفن جوری در دست گرفته شده، تلفنی که با اون فیلم برداری میشده، که انگار نه انگار این فرد مشغول فیلم برداریه و خیلی گذرا از روی چهره ها رد میشه. حتی جای آقای ترامپ دیده میشه از راه دور هست، ولی صداها ضبط شده، صداها به گوش میرسه و توی اون گفتگوی آقای ترامپ با آقای پارناس شنیده میشه که اونجا دارن در مورد اوکراین صحبت میکنن. آقای پارناس در اوکراین به دنیا اومده اما بعداً با آمریکا مهاجرت کرده و شهروندی آمریکا رو داره و این کشور رو کشور خودش میدونه. توی این گفتگو اونجا داره باهاش صحبت میکنه که آره اوضاع خیلی در اوکراین بده و در مورد این صحبت میکنه که مشغول جنگ با روسیه هستن، در مورد اینکه این جنگ نمیتونه خیلی ادامه پیدا بکنه و اونها به کمک آمریکا احتیاج دارن. و این وسط میگه که مشکلی که وجود داره، مشکلی که سر راه هست، سفیر آمریکا در اوکراینه. و برای اینکه دل آقای ترامپ رو هم به دست بیاره اونجا میگه که این سفیر کسیه که به جا مونده از دولت کلینتونه. در واقع منظورش اینه که از دوره وزارت هیلاری کلینتون در وزارت خارجه این فرد از اون زمان اونجا مونده و باقی مونده اون افراده و میگه که شاید بهتر باشه که او از کارش برکنار بشه، برای اینکه این فرد راه میره و پشت سر آقای ترامپ حرف میزنه و میگه که جدیش نگیرین، او به زودی قراره که استیضاح بشه و از در واقع کاخ سفید بیرونش بکنن. و این حرفا رو که میزنه آقای ترامپ تحت تاثیر قرار میگیره و توی اون ویدیو صدا شنده میشه که میپرسه که اصلا این فرد اسمش چیه و بعد اینها به یاد نمیارن اسم ماریو وانوویچ رو و در نهایت به یک نفر که مشخص نیست بازم کیه، به خاطر اینکه اون لحظه دوربین این تلفن رو به میز هست و مشخص نیست، به اون میگه که این خانم رو باید اخراج بکنید، همین فردا اخراجش بکنید. حدود یک سال و یک ماه بعد از اونه که ماریو وانوویچ اخراج میشه و او رو برمیگردونن به واشنگتن. اما توی این مدت هم این در واقع کارزار ادامه داشته که این خانم رو از کارش برکنار بکنن. و توی کل همین پرونده استیضاح صحبتی که هست اینه که میگن که آقای ترامپ میخواسته تأثیر بگذاره بر سیاست‌های درونی اوکراین و از جمله این که کاری رو انجام داده بوده که مثلا به نفع شخصی این دو فرد بوده و اون این بوده که میخواسته اون در سفیری که مبارزه میکرده با فساد و سفیر آمریکا بوده و یک دیپلمات کارکشته‌ای بوده، اون رو میخواستن که از اونجا از شغل خودش بردارن. سام، وقتمون خیلی کمه. در ارتباط با همین موضوع یک گفتگوی رادیویی وزیر خارجه آمریکا هم جنجال برانگیز شده و موضوع استیضاح هم در میان اینها، روی استیضاح اثری میگذاره؟ بله، همینطور در یک گفتگوی رادیویی از آقای پومپئو پرسیده شده که آیا او نباید از این سفیر عذرخواهی بکنه و او از جواب دادن در میره و بعد از اینکه گفتگو تموم میشه خبرنگار رو میبره در اتاق دیگری، سر او داد میزنه، به او میگه اصلا بیا این نقشه ببین، میتونی اوکراین رو تو پیدا بکنی، که گویا خبرنگار میتونه این کار رو انجام بده. و بعد میاد بیرون. انتشار این در واقع قسمت دوم گفتگو در رادیوی ملی آمریکا باعث میشه که خیلی انتقادها به آقای پومپئو بیشتر بشه. آقای پومپئو هم واکنش نشون داده و شکایت کرده از کاری که این خبرنگار انجام داده، ولی در نهایت اینکه نه، قرار نیست که اتفاق خاصی بیفته، به خاطر اینکه اینطور که از گفتگوهای سناتورهای جمهوری خواه برمیاد، اونها چندان این موضوع رو جدی نگرفتن و میگن که این موضوع اونقدر حائز اهمیت نیست و به نظر نمیرسه که خیلی بخواد جمهوری خواهی زیادی رو متقاعد بکنه که بیان همراه با دموکرات ها رأی به عدم کفایت آقای ترامپ بدن، که در نهایت حالا شاید منجر به این بشه که او از کاخ سفید بیرون بره. ممنونم از سام فرزانه در واشنگتن. ایران میگوید عراق پول گازش را نمیدهد. مشکل دریافت پول گاز صادراتی ایران به عراق یک سال است که مطرح شده، اما این مسئله چقدر به تحریم های آمریکا مربوط است؟ شیدا هوشمندی گزارش میدهد.
عراق پول گاز ایران را نمی‌دهد. وزیر نفت ایران می‌گوید حالا صادرات گاز از ایران به عراق کم شده. ما برنامه‌های تولید گازمون خیلی برنامه‌های خوبیه، ما انشالله. بیژن زنگنه از دلیل پرداخت نشدن پول گاز صادراتی به عراق حرفی نزد، اما یک سال پیش به دلیل آن اشاره کرده بود. صادرات گاز ما الان داریم ماهی بالای 200 میلیون دلار گاز صادر می‌کنیم به عراق، پولش نمی‌دن، میگن تحریم. باش همینو بدن به ما پولش. یه میلیارد دلار، ما الان 2 میلیارد دلار طرف داریم از عراق بابت گاز رو بعد پولش بدن. من میدونم اونا محصولات خودشونو دارن، هر کشوری محصولات خود. ببین آقا هیچ گازی نیست خودشو فدای ما بکنه، ما فقط خودمون رو باید فدای خودمون بکنیم. ما باید فدای ملت خودمون رو بکنیم. اونا توقع دارن بیان برای منافع ما فداکاری بکنن. پیشنهاد نمی‌کنم. عراق میگوید بابت بدهی به ایران مبلغی پرداخته، اما رقم دقیق آن را اعلام نمی‌کند. بنابر قرارداد بین ایران و عراق روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز ایران به عراق می‌رود که بخش عمده آن تبدیل به سوخت در نیروگاه‌های برق می‌شود. عراق همچنین سالانه 1300 مگاوات برق از ایران وارد می‌کند. از زمان تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عراق برای خرید گاز و برق از این کشور از واشنگتن معافیت‌های دوره‌ای می‌گرفت. آخرین دور از معافیت‌ها ماه آینده تمام می‌شود. به این ترتیب نقل و انتقال مالی بین ایران و عراق ممکن است متوقف شود. چند روز پیش بانک تجارت عراق که واسطه پرداخت‌ها بین دو کشور است، گفته بود اگر معافیت تمام نشود، که البته این موضوع باید اعلام شود، ما هیچ مبلغی به ایران بابت قراردادهای خرید گاز و برق پرداخت نخواهیم کرد. به هیچ وجه. اصل برای ما پیروی از قوانین بین المللی تجارت است و به همین خاطر است که مردم به ما اعتماد میکنند. در واشنگتن بحث تمدید معافیت خرید عراق از ایران مطرح است. کمتر از 3 هفته دیگر تصمیم نهایی گرفته میشود. اگر کاخ سفید معافیت را لغو کند، فروش گاز ایران به عراق رسما متوقف خواهد شد. واردات گاز ایران به عراق طی 1 دهه گذشته روند صعودی داشته و در 1 سال اخیر هم که تحریم‌های آمریکا تشدید شده، همچنان رو به رشد بوده. چنان که عراق توانسته 30% سوخت نیروگاه‌های برق خود را از این طریق تامین کند. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در 6 ماهه دوم پارسال صادرات محصولات پتروشیمی این کشور به عراق هم بیش از 200 میلیون دلار بوده، رقم قابل توجه برای صنعت پتروشیمی ایران که تحت تحریم‌های آمریکاست. عراق بعد از چین دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایران است. البته بسیاری از آنچه در گزارش‌های گمرک ایران غیر نفتی محسوب می‌شود هم محصولات صنعت نفت است، مثل میعانات گازی. عراق طی 1 دهه گذشته از جمله همسایگانی بوده که برای کم اثر کردن تحریم‌ها علیه ایران مورد توجه حکومت این کشور قرار داشته. تجارت با این کشور از معادلات سیاسی هم جدا نبوده. حالا ظاهراً بغداد برای جلب نظر واشنگتن و تهران بر سر دوراهی قرار گرفته. شیدا هوشمندی، BBC. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران پریروز گزارش کرد که دامنه بین‌المللی وبسایت این خبرگزاری به سفارش وزارت دارایی آمریکا مسدود شده. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی هم از حذف حساب‌های کاربرانی در اینستاگرام و فیسبوک رسیده که ظاهراً مطالبی در حمایت از قاسم سلیمانی منتشر کرده بودند، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که توسط آمریکا در عراق کشته شد. اما داستان از کجا شروع شد؟ 26 فروردین 1398 آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. 27 فروردین 1398 حساب‌های اینستاگرام بعضی از مقام‌های نظامی ایران بسته شد، از جمله قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از فرماندهان ارشد سپاه. 27 فروردین 1398 اینستاگرام در بیانیه گفت که تحت محدودیت‌های قوانین تحریم‌های آمریکا عمل می‌کنه و تعهدات قانونی خودش رو از جمله در مورد قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی رعایت می‌کنه.
29 فروردین 1398 شورای عالی فضای مجازی ایران رفتار اینستاگرام را از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و همینطور نقض حقوق بشر توصیف کرد. 29 فروردین 1398 محمود صادقی نماینده مجلس ایران در توییتر نوشت بستن سانسور در شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ اصل شبکه‌ها هیچ یک با آزادی بیان سازگار نیست. و 3 آذر 1398 برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خواستار بستن صفحه سران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شد و در نهایت 4 بهمن 1398 دامنه بین المللی وبسایت خبرگزاری فارس مسدود شد. خبرگزاری فارس دلیل این اقدام رو دستورالعمل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم اعلام کرد. گفتگوی داریم در همین زمینه با پوریا آسترکی، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی از تهران با ما. آقای آسترکی معتقدند بستن دامین‌های خبرگزاری فارس، محدود کردن آزادی اینترنت و گفتگوی باز و به گفته ایشون از اهداف جدید آمریکا در مقابله با مردم ایرانه. مهدی یحیی‌نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت هم از لس آنجلس با ماست. آقای یحیی‌نژاد معتقدند که مقابله با تبلیغات سازمانی که دولت آمریکا اون رو تروریستی می‌دونه حق این کشور و آمریکا باید بتونه از تمام ابزارهای قانونی خودش در این زمینه استفاده بکنه. سوال اول من از آقای یحیی‌نژاد، آقای یحیی‌نژاد تکلیف آزادی بیان چی میشه؟ نکنید آزادی بیان محدودیت‌های خودش رو داره. بالاخره در زمانی که به فرض کسانی میان مطالبی منتشر میکنن که آزار دهنده برای کودکانه و آزار کودکانه، این جلوش گرفته میشه در اینترنت، چون واقعا شامل آزادی بیان نمیشه. اما کسانی که ارگانیزیشن هایی هستن که ارگانیزیشن تروریستی هستن مثل داعش و حالا سپاه در آمریکا بالاخره به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، اینها هم باید جلوشون گرفته بشه، چون که خب صدمه میزنن به افراد، آدم شهروندها رو میکشن. بالاخره توی در مورد سپاه هم شهروندان ایران، شهروندان آمریکایی کشته شدن، همینطور سربازان آمریکایی کشته شدن. بالاخره برای از این جهت برای دولت آمریکا کاملا موجهه که این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بکنه و از تمام ابزارهای قانونی استفاده بکنه که جلوی تبلیغات و پروپاگاندای این گروه رو بگیره. از اونجا هم که سپاه چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران خبرگزاری های مختلفی داره که به طور غیر رسمی بهش مرتبطن و اینها رو هدایت میکنه و پروپاگانداشون رو پخش میکنه، کاملا موجهه که دولت آمریکا بیاد از ابزارهای قانونی که داره استفاده بکنه تا حد امکان جلو اینها رو بگیره و جلوی پخش مطالب اینها رو بگیره. حالا یک بخشی از این ممکنه این باشه که سخت‌تر بکنه که اینها بتونن دامین نیم ثبت بکنن، یک بخشی ممکنه این باشه که از صفحاتی که اینها در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی ایجاد میکنن، چون بیشتر این شرکت‌ها شرکت اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، اینها شرکت‌های آمریکایی‌اند، بتونه جلوی این کار رو بگیره. این کار رو در مورد داعش هم کرده قبلا، در مورد سپاه هم داره الان میکنه، هیچ تفاوتی نداره. این رو هم باید گفتش که خبرگزاری فارس همون خبرگزاریه که به حکومت ایران کمک کرد که در سرکوبی که در آذرآب با ماه اتفاق افتاد و چند صد نفر به یه روایتی 1500 نفر کشته شدن، کمک کرد که اینها رو توجیه بکنه. آقای آسترکی به نام خدا، هر طور شما حساب کنید محدود کردن برخورد آمریکا با فناوری ایران و با اینترنت ایران به برخورد با سپاه انحراف از بحثه. مطلقاً بحث برخورد با سپاه اینجا موضوعیت نداره. دلیل هم داره. یک هفته قبل از خبرگزاری فارس، رسانه اجتماعی آپارات که متعلق به یه شرکت خصوصی است و پربازدیدترین سایت ویدیو اشتراک گذاری ویدیو در ایران هست و تمام محتواش توسط کاربران بارگذاری میشه، همین اتفاق فارسی نیوز براش افتاد. بنابراین محدود کردن تحریم های فناوری یا فنا تحریم به سپاه انحراف از بحث، مثال های خنده‌دارترش میشه مقایسش با داعش یا آزار کودکان که کلن پوشاندن محدودیت و سرکوبی است که آمریکا علیه مردم ایران داره به کار میگیره.
من شاید شما بدونید یا خیلی از بینندگان بدونند، یکی از افرادی هستم که به شدت در ایران مخالف فیلترینگ هم، در این مورد سالهاست حرف زدم، نوشتم، سخنرانی کردم، سمینار شرکت کردم، تحقیق کردم. من برای دفاع از مثلا فارس نیوز الان در این برنامه نیستم، من برای دفاع از آزادی اینترنت، از فلسفه‌ای که اینترنت بر اساس اون ساخته شده در این برنامه شرکت میکنم. مسدودسازی دامین سایت های ایرانی تاریخ اینترنت رو به نوعی تغییر میده. یعنی اینترنت بر این اساس بنا شده، یک توافق جهانیه که تمام دامین ها نزد یک نهاد که نهادی است غیر انتفاعی در آمریکا به صورت در واقع اعتماد متقابل این دامین ها ثبت شده. ابطال یا مسدودسازی یا هر گونه مداخله در ارتباط با این دامین ها نه تنها نقض اون قرار داده که ضربه به اصالت و ادامه کار اینترنت جهانی است به شکلی که ما میشناسیم. در این حال این قضیه با کنوانسیون اتحادیه جهانی مخابرات در تضاد و آمریکا لیست بلند سیاهی از نقض قوانین بین‌المللی دارد، جنگ و اشغال و بمباران و تجاوز و ترور گرفته تا حالا محدودیت‌هایی که در فناوری و اینترنت برای ایران ایجاد می‌کنه. آقای یحیی نژاد، اگه خط قرمزی رو یا چهارچوبی رو برای آزادی بیان به رسمیت بشناسیم، آیا میشه مثلا دولت چین رو ملامت کرد و گفت که چرا آزادی بیان رو محدود میکنید؟ خب اونها میگن که این هم چارچوب ما، خط قرمز ما. یا مثلا دولت ترکیه رو یا حتی جمهوری اسلامی رو. این مقایسه ها مقایسه های واقعا طبیعی نیستند. الان شما باید تاریخ اینترنت رو نگاه بکنید. اینترنت در آمریکا اختراع شد و توسعه پیدا کرد و این تکنولوژی بود که آمریکا در به طور مجانی در اختیار بقیه دنیا گذاشت و در به قول ما در 40-50 سال گذشته که این تکنولوژی رو در اختیار بقیه دنیا گذاشت که همه کشورها، حتی کشورهایی که مخالفش بودن، کشور ایران خب در زمانی که به اینترنت وصل شد با دولت آمریکا روابط خیلی بدی داشت، ولی این اجازه رو دادن که اینها به سیستم اینترنتی که آمریکا درست کرده و اضافه بشن. و از این جهت واقعا نمیشه به آمریکا ایراد گرفت که شما در زمینه آزادی بیان محدودیت گذاشتین، چون واقعا تاریخش این رو نشون نمیده. و در این مورد خاص، در مورد خبرگزاری فارس، این به یک سازمانی وصله که کارهای تروریستی داره انجام میده بر اساس قانون آمریکا. دولت ایران هم اگر در زمین بخوایم اگر مقایسه بکنیم، چرا باید گفتش که خب دولت ایران هم بیاد به سازمان مجاهدین که اعمال مسلحانه انجام داده در داخل ایران، بیاد به اونها دومین بده، دومین مجاهدین.ir بده که اونها هم بتونن اونجا تبلیغاتشون رو بکنن. این میخوام بگم در یک زمینه‌های مقایسه خیلی مقایسه عادی نیست و آمریکا باید تاریخچه‌اش رو نگاه کرد، تاریخچه حکومت ایران و چین رو نگاه کرد. اینها در چندین سال، در دهه‌های اخیر محدودیت‌های بسیاری گذاشتن روی اینترنت. شما تمام وبسایت‌هایی که می‌بینید تو ایران فیلتر وبسایت‌هایی که به درد بخور مردم هستن. یعنی واقعا اصلا اینکه کسی از که مدافع حکومت ایران بیاد ادعای آزادی بیان بکنه به نظر من خنده داره واقعا. آقای آسترکی، دولت ایران خودش این کارها رو می‌کنه، به گستردگی هم انجام میده. آیا حق اعتراض داره در این زمینه؟ ببینید، شاید من واقعا کمتر فعالی در حوزه اینترنت میشناسم درون ایران که به اندازه من با فیلترینگ و با نقض آزادی اینترنت مقابله کرده باشه، در موردش صحبت کرده باشه. اما یک نکته رو توجه کنید. ببینید، میگن که آمریکا تاریخش تاریخیه که در واقع دفاع میکنه. نه، آمریکا صرفاً چون قدرت بیشتری داره، نظامش، ساختارش آسیب پذیری کمتری داره، ولی هر جا با آسیب پذیری مواجه شده اتفاقا به شدت سرکوب کرده. یه فعال اینترنتی مثل آرون شورتز، کسی که به گردن وب حق داره، RSS رو اختراع کرده، از بنیانگذاران ردیت بوده که مهمترین رسانه اجتماعی خبری آمریکاست، اینو تو دانشگاه MIT تو خوابگاه دانشگاه خودکشی شد، صرفا به خاطری که با یه قانون جدید زمان دولت اوباما مخالفت کرد، قانونی که نقض آزادی بیان در اینترنت بود. شما ببینید، در ایران اگر دولت ایران اقدامی انجام میده، یه مسئله حاکمیت، اعمال حاکمیت میکنه، یه سایت فیلتر میکنه. من باش مخالفم،
بسیاری از حقوقداران ممکنه معتقد باشن که این اصلا نقض قانون اساسی ایرانی، ولی به هر حال اعمال حاکمیت است که طبق رویه قانونی در این کشور انجام میشه. این اتفاق درون ایرانه. وقتی دامین رو میبند آمریکا، نقض یک حق یونیورسال و جهانیه. این خیلی فرق داره با اعمال حاکمیت. یه مثال دیگه بهتون بزنم در مورد آزادی. در ایران هم ما سربازان آمریکایی رو ترامپ و تروریست میدونیم طبق قانون این کشور. ولی طبق قانون این کشور من تا حالا نشدم در ایران کسی به خاطر مثلا دفاع از ترامپ یا گذاشتن عکس سرباز آمریکایی پستش رو ببندن، سایتش رو ببندن، دستگیرش کنن یا بازخواستش کنن. یعنی ما با وجود تمام اینکه ضعیف‌ترین، آسیب‌پذیرترین، تحت فشاریم، تحت تحریمی محاصره هستیم، فشار حداکثری دارن رو پیاده میکنن، از 300 بسیار بیشتری حکومت ایران برخورد داره در مواجهه با نظرات مختلف تا آمریکا. بستن پستای مربوط به سردار سلیمانی، صفحات بسیار زیاد، اینا دقیقاً مقابله با مردم ایران بود، چون پستا همه مردم گذاشته بودن، نه نهادی گذاشته بودن، نه سپاه گذاشته بودن، نه اینستاگرام مال سپاه. ضمن اینکه آپارات آقای یحیی نژاد مال سپاه نیست، آپارات شرکت خصوصیه و همین اتفاق فارس نیوز براش افتاد. لذا استدلال شما در مورد تروریست دون هستن از سپاه کاملا بی‌پایه است. آقای یحیی نژاد، سعه صدر رو قبول میکنید برای جمهوری اسلامی در این زمینه؟ که 300 دارن در این زمینه، این خب واقعا اصلا با واقعیت ها نمیخونه. شما نگاه کنید آقای بختیاری که برای پسرشون اعلام کردن که من میخوام مراسم برگزار بکنم، چندین هفته زندانی شدن فقط به خاطر اینکه یک پست گذاشته بودن که مراسم چنین جایی است و من میخوام به چنین جایی برم که مراسم رو انجام بدن. این که واقعا بخوایم بگیم که حکومت ایران 300 نشون میده در این زمینه اصلا واقعیت نداره. من چند موردم در صحبتایی که ایشون کردن من توضیح بدم. در مورد اون کسی که تو آمریکا خودکشی کرد، ایشون به خاطر این بود که دزدی کرده و مقالات مجله های علمی رو دانلود کرده و به طور غیرمجاز پخش کرده بود آنلاین و در یک مورد دادگاهی گرفتار شده بود و انقدر این دادگاهش طولانی شد که کارش به خودکشی کشید. البته اون مورد خیلی مورد بحث ما نیست، منتها اساسا آقای آسترکی، این که دولت جمهوری اسلامی خیلی از اعتراض ها رو بر نمیتابه، به گستردگی سایت ها رو فیلتر کرده، برخورد خیلی شدید و سازمانی یافته میکنه، این چیزی نیست که بسیاری از فعالان اون رو بپذیرند. ببینید من اگر که صحبت میکنیم اینجا، ما صحبتمون الان سر عملکرد جمهوری اسلامی نیست که عملکرد جمهوری اسلامی انتقادات زیادی در مورد اینترنت بهش وارده. من الان دارم واضح اینو میگم آقا من با فیلترینگ مشکل دارم، بهش انتقاد دارم. مدل جمهوری اسلامی که ادعا نداره یک دنیا یک اینترنت، فکر نمیکنید که جمهوری اسلامی شرایطی خاص رو ایجاد کرده که آمریکا ممکنه چنین کاری رو بکنه؟ چی؟ فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی از این نظر به گونه‌ای عمل کرده که ممکنه از نظر بسیاری یک استثناء تلقی بشه؟ چی استثناء تلقی بشه؟ از نظر رفتار با شبکه‌های اجتماعی، از نظر اینترنت، از نظر آزادی بیان، عمل کردی داشته باشه که خودش نتونه با توجه به اینکه در یک جایگاه استثنایی خورده بگیره بر آمریکا شکایت بکنه در این زمینه. مطلقا اینطور نیست. ببینید برخورد آمریکا مگه با جمهوری اسلامیه؟ برخورد آمریکا با مردم ایرانه. پست های مردم ایران دیلیت شده، اکانت های کاربری افراد شخصی، افراد ساده معمولی بسته شده. ببینید مگه آپارات مال جمهوری اسلامیه؟ آپارات یه تعداد زیادی، صدها هزار ایرانی اونجا ویدیو به اشتراک گذاشته بودن. همین کاری که با فارس نیوز کرد آمریکا باش کرد. اصلا بحث جمهوری اسلامی نیست اینجا. به همون دلیلی که تحریم بانکی میکنه، به همون دلیلی که دارو رو میگیره، به همون دلیلی که فشارهای مختلف داره به این مردم میاره، با اینترنت و فناوری هم داره مقابله میکنه. و یه نکته خیلی مهم، تحریم‌های فناوری اصلا محدود نمیشه به بستن دام اینها. ما سالهاست با تحریم‌های فناوری درگیریم، سالهاست. این بحث البته اونها روی ما بستن. تأثیرات اونها
تاثیرات اونها به شدت زیادتر از فیلترینگ شاید بوده باشه. این بحث البته دامنه وسیع داره، متاسفانه وقتمون همینجا به پایان رسید. ممنونم از هر دوی آقایون، پوریا آستاره که کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی و همینطور مهدی یحیی‌نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به وزیر خارجه ایران در توییتر گفته که حاضر نیست برای شروع مذاکره اول تحریم‌ها را بردارد. دونالد ترامپ رهبر ایران مدتی است که با رهبران ایران مستقیما از طریق توییتر گفتگو می‌کند، اما این گفتگوها و تلاش‌های میانجیگران تاکنون راه به جایی نبرده. در این میان پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا برای سفر به ایران و کمک به صلح ابراز تمایل کرده. کسری ناجی گزارش می‌دهد. فشار حداکثری دونالد ترامپ ایران را از نظر اقتصادی در شرایط سختی قرار داده، اما نشانه ای نیست که این فشارها به زودی ایران را به پای میز مذاکره بیاورد. نشانه هایی اما هست که دو طرف گفتگوهایشان را فعلا از توییتر آغاز کردند. دیشب به وقت واشنگتن و ساعت تقریبا 5 صبح به وقت تهران رئیس جمهوری آمریکا این پیام را نوشت به فارسی در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته. وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما میخواهد که تحریم‌ها برداشته شود. نه، مرسی. ساعتی بعد این پاسخ وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش. ساعت 6:30 صبح به وقت تهران، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا. بهتر است دونالد ترامپ بر اساس واقعیت‌ها اظهار نظر کند و نه عناوین خبری فاکس نیوز و یا مترجمان فارسی‌اش. اگر او می‌خواهد درک بهتری داشته باشد، می‌تواند مصاحبه ام را با اشپیگل بخواند و اگر مصاحبه برایش طولانی است، همین چند سطر را. دولت ترامپ می‌تواند گذشته اش را تصحیح کند، تحریم‌ها را بردارد و به میز مذاکره برگردد. ما همچنان پشت میز مذاکره هستیم. این آنها هستند که میز را ترک کردند. طی همین چند هفته پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و دونالد ترامپ هم پیام‌هایی در توییتر رد و بدل کردند، بیشتر شبیه بگو مگو. رهبر ایران به او نوشت آمریکا در منطقه منفور است و او هم نوشت رهبران ایران به جای اینکه کشور رو به ویرانی بکشند به فکر ساختن آن باشند. شروع گفتگوها و نه مذاکره در توییتر نشانه ای از این است که تلاش‌ها برای میانجیگری تا کنون راه به جایی نبرده. این سفر ماه گذشته رئیس جمهوری ایران به ژاپن که شایعات رو در مورد شروع میانجیگری ژاپن دامن زد، تلاشی که ظاهراً فعلاً کنار گذاشته شده است. اما داوطلبان میانجیگری هم کم نیستند. روزنامه ساندی تایمز امروز نوشته پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا اظهار علاقه کرده که به ایران برود. او گفته است که خودش را یک میانجی صلح می‌داند. فعلاً اما تنش در منطقه است که رو به افزایش است و خطر جنگ. کسری ناجی، بی بی سی. امسال در میان کسانی که جایزه موسوم به شهروند بریتانیا را دریافت کردند، یک فعال اجتماعی اهل افغانستان حضور داشت. نورالحق نسیمی، مدیر نهادی به نام انجمن آسیای مرکزی و افغانستان. این جایزه افتخاری سالی دو بار به بریتانیایی‌های اهدا میشه که در جامعه محلی خود کارهای با ارزشی کرده باشند. حامیان این جایزه افتخاری مدیران چند شرکت خصوصی موفق، بعضی از مجموعه‌های وابسته به شهرداری لندن و عده‌ای از اعضای مجلس اعیان بریتانیا هستند. نورالحق نسیمی، مدیر انجمن آسیای مرکزی و افغانستان، اینجا در استودیو با ما هستند. آقای نسیمی، خیلی خوش آمدید. سوال اول اینه که به کدام بخش از فعالیت‌های شما مورد توجه اهدا کنندگان این جایزه قرار گرفته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سپاس بیکران و تشکر از جناب شما موسوی ارجمند و از دعوت شما به برنامه شبکه خبری بی بی سی فارسی. خدمت شما باید عرض کرد که اهدای جایزه بسیار مهمه که اخیراً بریتش سیتیزن اوارد بر انجمن افغانستان و آسیای مرکزی اینا ای جایزه را دادن، بزرگترین جایزه در کشور بریتانیا محسوب می شود. اهدای همچو یک جایزه معمولا بر سازمان های داده می شود که بیش از 50 سال، 40 سال، 30 سال اینا خدمات بشردوستانه ای را بر مردم های آسیب پذیر یا بر قشر آسیب پذیر انجام داده باشند. که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی از جمله از همون نهادهایی است که بیش از 20 سال در حمایت از مردم افغانستان در کشور بریتانیا برای کاهش انزوا
ترویج ادغام و مدغم شدن جامعه افغانستانی ها در این کشور زحمات زیادی را متقبل شدن. گفتید کاهش انزوا و مدغم شدن با جامعه میزبانی، این هم لوح تقدیر شماست که اینجا داده شد. یکی از مسائل اساسی در بین جامعه مهاجر همینه، گویا مشکلات زیادی وجود داره، خصوصا در بریتانیا که جامعه مهاجر با جامعه میزبان به آسانی خصوصا در میان افغان ها مدغم نمیشن. مشخص ترین کاری که شما در این زمینه کردید و باعث شده که چنین لوح تقدیری و همینطور مدالی به شما داده بشه چه بوده؟ خب مشخص ترین کاری که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی انجام داده، این انجمن در جنوب شرق لندن از برنامه بسیار کوچک کارهای خود آغاز کرد که عبارت از ارائه خدمات آموزشی. مشکل اساسی جامعه نوین در کشور بریتانیا مشکلات زبانی است که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی موفقانه تانست که از طریق کلاس های زبان انگلیسی و شهروندی و همچنان کارگاه ها و سیمینار ها برای هموطنان ما که تازه به کشور بریتانیا اینها اقامت یافتن، برایشان در این زمینه ها کمک بکنه. ما در یک جامعه فعلا زندگی میکنیم که تفاوت های فرهنگی و تفاوت های زبانی مانع پیشرفت و تکامل جامعه ما در جامعه بریتانیا شده. مشکل اساسی ادغام و یکجا شدن در کشور بریتانیا است. امروز هستند کسانی از اقلیت های دیگر که در سیاست های بزرگ جامعه بریتانیا شامل هستند، ولی مشکل اساسی جامعه که ما و شما به او از اون نمایندگی میکنیم این است که ما در این جامعه نو هستیم، تازه هستیم و نقش فعالیت های جامعه مدنی در کشور بریتانیا برای ترویج عدالت اجتماعی، برابری و بالاخره کاهش انزوا و محرومیت و فکر میکنم خیلی نقش بسیار مهمی را بازی میکنم. آقای نسیمی خیلی بهتون تبریک میگم. نورالحق نسیمی مدیر انجمن آسیای مرکزی و افغانستان اینجا در استودیو با ما. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به شرح وقایع سه روز بعد از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران پرداخته، سه روز بحث‌انگیز تا زمانی که سپاه مسئولیت رو به عهده گرفت. در این گزارش آمده که سپاه واقعیت را درباره علت سرنگونی هواپیما میدونست، اما آن را حتی از رئیس جمهوری ایران پنهان نگه داشته بود. بنابراین گزارش، وقتی که سرانجام به حسن روحانی اطلاع داده شد، او از سپاه خواست حقیقت را اعلام کند، وگرنه استعفا خواهد کرد. فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز و تهیه کننده این گزارش از نیویورک با ماست. خانم فصیحی، این اطلاعات که گویا رئیس جمهوری ایران تا آستانه استعفا هم پیش رفته، چطور در اختیار شما قرار گرفت؟ خب به هر حال من سال هاست که در مورد ایران خبر تهیه میکنم و من منابعی داریم که با ما این اتفاقاتی که در اون سه روز گذشت رو با ما در میون گذاشتند و اطلاعات دادند. در ضمن همونطور که خودتون میگید، آقای روحانی و هم سخنگویشون آقای ربیعی هم گفته بودند در اطلاعیه که آقای روحانی صادر کردند، خودشون گفتند که من تا چند ساعت پیش، یعنی صبح شنبه اینو گفتن، تا جمعه نمیدونستم. و این واقعا یک اعتراف خارق العاده است که رئیس جمهور یک کشور اطلاع نداشته باشه از اینکه هواپیمای مسافربری رو شلیک کردن، 176 نفر کشته شدن و این مسئله پنهان بمونه، هم از مردم، هم از دنیا، هم از بازماندگان و هم از رئیس جمهور و دولت. چطور چنین پنهانکاری صورت گرفته؟ در هر صورت آقای روحانی روی کاغذ اگر نگاه بکنیم دومین مقام کشوره. این سوال خیلی خوبیه برای کسانی که این پنهانکاری و این مخفی‌کاری رو انجام دادن، یعنی فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانده ارتش که به دلیل اینکه ایشون فرمانده پایگاه خاتم الانبیا احواد کشورم هستن اطلاع داشتن. سوالی است که اونا باید جواب بدن. ما میدونیم که خود سپاه پاسداران فرمانده‌هاش هم گفته بودن که هم سردار حاجی زاده و هم سردار سلامی گفته بودن که چهارشنبه غروب، یعنی همون بلافاصله بعد از شلیک موشک، به آقای حاجی زاده
تلفن شد. ایشون در غرب کشور بودن و بهشون اطلاع دادن که موشک هواپیما افتاده و ما دو تا موشک هم شلیک شده و از همون لحظه میدونستن چه اتفاقی افتاده و هیئت تحقیقی تشکیل دادن، این هیئت رو قرنطینه کردن و تا مدت 72 ساعت سپاه پاسداران و کسانی که میدونستن میخواستن این مسئله رو مخفی نگه دارن به دلیل اینکه یک بحران جدیدی برای ایران درست نشه و اون احساس پیروزی و همبستگی که بعد از به هر حال کشته شدن سردار سلیمانی و بعد از حمله به پایگاه آمریکا اتفاق افتاده بود اونو تحت شعاع قرار نده و ظاهرا فشارهای بین المللی، فشارهای به هر حال اجتماعی از داخل ایران و فشارهای بازماندگان قربانیان این فاجعه یک جفی درست کرده بود که به نظر من هم دولت و هم آقای روحانی به این نتیجه رسیدن که اینطوری نمیتونن ادامه بدن و بالاخره آمریکا، کانادا و کسانی که شواهد و اطلاعاتی دارن که چه اتفاقی افتاده اگر که اینو رو بکنن جمهوری اسلامی بیشتر رسوا میشه و اعتماد عمومی بیشتر هم در دنیا هم در داخل فرو میریزه و آقای روحانی به مدت یک روز روز جمعه این کشمکش رو با سپاه داشتن و با تهدید استعفای ایشون و پادرمیانی رهبر آیت الله خامنه ای به هر حال به این نتیجه گیری رسیدن که بهتره که حقیقت رو اعلام بکنن، ولی اگر که شاید اگه این پافشاری انجام نمیشد، شاید این فشارها نبود، به هر حال حقیقت هم معلوم نمیشد یا حداقل نمیگفتند، مسئولیت رو نمیپذیرفتند. خب خیلی جاها این اتفاقای از این دست افتاده، طرفی هم مسئولیت رو قبول نکرده، نمونهش آنچه که در اوکراین اتفاق افتاد. دلیل این که آقای روحانی حتی به قیمت استعفا بر روشن شدن این موضوع و به نوع اعتراف سپاه پاسداران تاکید داشته چیه؟ ببینید آقای روحانی الان رئیس جمهوری کشوری هست که تحت فشارهای بسیار سنگین اقتصادی بین‌المللی هست، تحت فشارهای اجتماعی از داخل هست، ما اعتراضات بسیار گسترده آبان ماهو داشتیم، در یک جوی ریاست جمهوری میکنن که از همه طرف هم از داخل هم از خارج فشار هست و اینی که بخوان برای خودشون به عنوان رئیس جمهور و به عنوان دولت یک بحران جدید ایجاد بکنن که ایران پنهانکاری بکنه، یک مسئله به این به هر حال یک مسئله تاریخی و یک مسئله به این مهمی که موشک هواپیمایی موشک زده بشه 176 نفر انسان بیگناه کشته بشن، این چیزی نبود که به هر حال مدیریت این بحران با پنهانکاری بسیار برای رئیس جمهور مشکل بود. من فکر میکنم که باید به این دلیل ایشون اینو گفتند. ممنونم از فرناز فصیحی از نیویورک با ما، خبرنگار نیویورک تایمز و تهیه کننده گزارشی که دربارش صحبت کردیم. و ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.